من زانیار تندرو هستم، 18 ساله از پیرانشهر. من مادر زانیار هستم، زانیار تندرو. من حمزه تندرو هستم، پدر زانیار تندرو. من مردین هستم، برادر زانیار تندرو. من همجان هستم، خواهر زانیار تندرو. من زینا هستم، خواهر کوچیک زانیار. یه نفر رو کشتن. میخواد به بچهش نخوره. به خدا به امید آزادی. دونه شهریور ماه بود که برای اولین بار پیرانشهر شروع شده بود. همش گازهای اشکاور می زدن، ساچمه‌ای درست مثلا به طرف چشم، سر، صورت. بعد من همونجا تیر خوردم. سه تا گلوله خورده بود، یکیشو به اینجا، دو تاشم سینه. روز اول، همون روز که همون شب که زکریا خیال شهید شد، دوستش زکریا خیال 16 ساله بود و فقط به همین پسر رو داشتن. گفت من شب با اون بودم که زکریا پیش من جلوی چشم زدنش. من پشت سرش بودم. کلن من با هم میرفتیم چون من نمیتونستم تنهاش بذارم، ولی سعی میکردم همیشه پشت زانیار برم چون همیشه میرفت اول نفر. بعضی وقتا میگفتم زانیار نرو، ولی بعضی وقتا می نشستم می گفتم خب پسر من چی از اینا کم دارید. اولین دفعه هم که تیر خورد من بودم، حتی از پشت سر من اینجا یخش رو گرفتم. گفتم تو داری چی کار میکنید که نمیتونی با دست خالی؟ اینا دارن واقعا به قصد کشت میزنن. کتمو گرفت آورد یه جا، گفت که نمیبینی تو از همشون جلوتری. گفت که من با چشمای خودم دیدم که یه گاز اشکاور از نزدیک به سرت رد شده. مواظب خودت باش. خیلی میگفتن مواظب خودت باش یا برو، ولی مثلا یه خیلی نرو جلو، چون میدونستن خیلی با وحشیگرانه و یه جوری مردم رو میخوام بترسونن که میزنن. باباش واسم تعریف کرد، گفت خدیجه ما یه شب میدونم این زنیت دیگه میفته، میزننش. من قبل از اینکه داداشم اینطوری بشه میرفتم با خیلی از دوستان، میرفتیم تظاهرات، فقط شعار میدادیم و اصلا بهشون سنگ و اینا پرت نمیکردیم، فقط شعار میدادیم که پلیسا میومدن و ما فرار میکردیم چون دست خالی بودیم. اینقدر گاز اشکاور زده بودن از
یک کیلومتری هم بوش رو اسم کردی، انقدر زیاد بود گازش کابل. می گفتیم جن جیان آزادی، می گفتیم حتی کردگی میانه کردستان هر نمیانه زن زندگی آزادی که به کردی می گفتیم و تا یک کرد بمونه کردستان هم میمونه و این شعارها رو میدادیم. هم من خودم بعضی وقتا به دخترم میگفتم به جوان به مادی میگفتم برید شما اگه اون رفتن، ولی یکم مواظب باشید زیاد جلو نرید. ما قبل از جریان ژینا، قبل از جریان 88، قبل از این جریان ما تو خوب داریم کشته میشیم، ما داریم جونمونو میدیم، ما هیچ آزادی نداریم تو کردستان. تو زبون، تو وقتی زبونت مثلا تو نتونی به زبون مادری خودت تو درس بخونی، تو وقتی نتونی مثلا فرهنگ خودت رو داشته باشی، تو وقتی به جوانای 17 ساله 15 ساله 12 ساله تو مرز به خاطر یه لقمه نون کشته میشن به نام کولبر، خب دیگه تو چی میمونه برات؟ خب دیگه تو مثلا واقعا تو زندگی، تو زنده یا زندگی میکنی؟ اصلا نه زنده ایم نه زندگی میکنیم. تو مدرسه میخواست همون بپرسن که میخوای رشته چی باشه، گفت من میخوام خلبان بشم. همونجا دیگه گفتن تو نمیتونی خلبان بشی. گفت چرا نمیتونی؟ گفت باید تو نمیدونم شیعه نیستی. و از یه طرف که ما کردیم که به ایرانی همه سخت میگذره، ولی بیشترش به کرده خیلی ظلم میکنه، خیلی. توی درگیری ها یه روز خاکسپاری ژینا توی سقز، توی دورور فرمانداری، یه چیزی که خیلی تفاوت بیشتری من احساس میکردم درش توی درگیری نیروی نظامی با مردم، یعنی سرکوب مردم، این بود که خیلی به وضوح میدیدید شما تیراندازی به سمت سر و صورت آدم اتفاق میفته خیلی مستقیم. من دیاکو علوی هستم، توی سقز معلم بودم، شاهد روز خاکسپاری ژینا هستم و همینطور شاهد تیراندازی نیروی نظامی به مردم بودم، هم در روز خاکسپاری هم روزهای بعد از اون. دو نفرشون رو که ما شاهد بودیم همونجا مقابل درمانگاه باران توی خیابون ساحلی که بردنشون داخل با سر و صورت خونی، ما در اون لحظه نمیدونستیم اینا چه به چشمشون شلیک شده، فقط صورت خونی میدیدیم. پارسا صحت بود، پارسای 17-18 ساله، کیان درخشان بود که یه آرایشگاه توی خیابون جمهوری ذره بالاتر داره. علاوه بر اون دو نفر کسی دیگه هم بود به اسم نچیروان معروفی. فقط پارسا، کیان یا نچیروان نبودن که چشماشون آسیب دید در سقز، افراد خیلی بیشتری بودن که آسیب دیدن از ناحیه چشم با تیراندازی گلوله ساچمه‌ای. ما از شما جوانا موسی به اندازه کن فان عزیز. سلام عزیزه، خوشحالم اینا من اصلا پنج روز شش روز کامل بیهوش بودم. اصلا نه فقط در جریان نبودی. آره نمیدونه، بعد که بیهوش اومدم چشمام عمل شده بود کامل. پنج شش روز بیهوشید؟ آره مرده بودم من. سه ماه کامل نصف بدنم کلن بیهست، الان هم اینجا هم کلن بیهستی مونده. آره من خودم این ساچمه تو فکم بود اینجا هم بیهست. نه من در بیاری برمیگرده آده حساشم. نه من به خاطر این آقا ارفان جان، من چیزه این ساچمه که تو مغزمه کجا؟ اینجا تو از چشمم رفته تو مغز. بساره گفت شیش ماه دیگه دوباره بیا عکس بنداز ببینیم رو به مغز میره رو به جای دیگه حرکت میکنه. آره اونم من گیرش میدم همونجا. یه گفت باید خیلی مواظب باشی که تکون و اینا نخوره، وگرنه کامل امکانش هست کامل فلج بشه. آره مثلا ضربه تو سر یا این چه چیزا رو نباید بخوری. آره دقیق. کلا جمع چند تا ساعت شد تو بدن؟ الان کل از اینجا به بالا 8 تا اینجا میگی 9 تا کلا. آره کلا من
زیاد نخوردم بگی مثلا من سمت. اونجا سه بار بهم شلیک کرد منم دو بار آره 25 تا خوردم 17 تا شو داره بود من دانیال معلومه همه جلو زدن بهش همه خوش بگیدی هم خوردی من که مثلا... اینطوری زد من اینطوری بودم بعد برگشتم توی این فاصله زدم منم همینطور دقیقا یعنی مثلا اون اونجا وایستاده 20 قدمی عرفان رمیزی پور هستم 24 ساله اهل بندرعباس و توی بندرعباس به من شلیک شد 10 نفر با اسلحه شاتگان جلو و شروع کردن پشت سر هم تیراندازی کردن. دیدم چند تا لیزر سبز رنگ افتاده رو سینم که متوجه شدم نشون تیرم و خواستم بیام عقب. فاصله 20 قدمی ضارب و دیدم که اسلحه شاتگان رو گرفت بالا و 3 بار به سر، صورت و سینه من شلیک کرد که چشمم هم اونجا من از دست دادم. میلاد صفری هم 35 ساله اهل کرمانشاه محل کارم تهرانه و تو کرج تیر خوردم. به محض اینکه تیر خوردم زمین خوردم، اولم فکر کردم سرم شکسته، تیر به سرم خورده سرم شکسته که دستم اینجوری روش سرم گذاشتم به دستم آوردم اینجوری خون میره کف دستم، اصلا فکر این که چشم تیر خورده رو نمی کردم. 7 تا ساچم خورد، 2 تاش تو چشمم بود، 5 تاش هم تو بدن. این گلوم باد کرده، 2 تا خورده بود تو گلوم، بعد میخواستم نفس بکشم و گلوم میگرفتم این وقت شدت ضربه ای که خورده بود. منم 5 آبان ماه تیر برای دومی بار تیر خوردم. مامورای لباس شخصی بودن، اصلا برای هیچ کسی معلوم نبود که مامورن یا تو فاصله تقریبا 15-20 متری شلیک کردن. اولین تیر به کتفم خورد، بعد تنک سرم رو چرخوندم. دوستم با همراهم بودن، چون گفتم ببینیم دوستم هستن یا نه. هر دو تا چشمم، مغزم، گلوم، خود مامورا منو سوار کردن. من چون هوشیاری یکم داشتم اول، آره، بعد به خاطر ساچمه ای که از اینجام رفت توی گلوم، الانم هست توی گلوم، بالا آوردم استفراغ خون. بعد همونجا همون وسط خیابون من رها کرد. بعد نمیدونم چند نفری از آره منو برده بودم بیمارستان، هیچ وقت اون چند نفر رو ندیدم چی کسانی بودن. من اون شب باباش خونه نبود زنه دیگه، صدای تیر و شلوغی پیدا شد دیگه دوباره زنگ زدم به زنه، گفتم زنه کجایی؟ گفت مامان اومدم، رفته بودم با دوستم ولی الان وسط شهرم، الان دارم میام. 5-6 دفعه زنگ زد ولی جواب نداد. زنگ زد برداشتم، بعد 5-6 بار یه پسر دیگه جواب داد. تو گفت نه من دوست زنیه نیستم، من از بیمارستان، زنیه زخمیه، یک کمی زخمیه، 2 نفرتون بیایید ولی بیمارستان شلوغ نکنید. مامانم به من زنگ زد گفت بیا کارت دارم، زنیه زخمی شده. دیگه رفتیم بیمارستان، رفتم بیمارستان، چی برم بیمارستان، اینقدر شلوغ بود حیات بیمارستان، پر نیرو اطلاعات و نمیذاشتن اصلا نه من برم پیش کسی، نه کسی بیاد پیش من. میگفتن اصلا صدا در نیاد، صدا در بیاد اینا زنیه رو میخوان ببرن. دیگه من خودم طاقت آوردم، همش اصلا بغزم گرفته بود، نمیتونستم نه گریه کنم، همینجوری خشکم زده بود. دیگه میگفتم فقط میخوام یه نگاهش کنم زنیه، ببینم زنیه رو. اصلا جورابش تو حیات بیمارستان بود، جورابای سفید و خون. دیگه جورابه شدیدم، گفتم این جورابه مال زنیاره، این به خدا زنیار دیگه چیزی شد. زنیار همینجوری افتاده بود دیگه، جنازه بود دیگه، بغلش کردم، بوسیدم، هی گفتم زنیار زنیار، اصلا جواب ندم، اصلا بیهوش بود. دومین دفعهش من اونجا نبودم، خونه نبودم، من در سفر تو سفر بودم که یکی از فامیلات بهم زنگ زدش، گفتش که
زانیار یک کمی زخمی شده. من شروع کردم به زنگ زدم به مادرش، به برادرم، به هر کی زنگ میزدم دیگه جواب تلفن نمیداد. من همش دیگه گفتم دیگه تمومه، اینا جواب تلفن نمیدن دیگه، این تموم شده. کشتنش. چند تا از پرستاروینا که یک ذره یادمه بسشون شد که باید اکسیژن وصل کنیم. یکی میگفت اصلا این نمیخواد اکسیژن رو، هدد نمیدیم، این اکسیژن نمیخواد، به هیچ جایی نمیرسه، ما الان اینجا اکسیژن لازم داریم، مریضای بدحالی داریم. یکی میگفت نه این جوونه، حیفه، بذار اکسیژن بذاریم، شاید شانس معجزه شد یه جایی رسید، یه بیمارستان دیگه ما منتقل میکنیم، شاید این برسه. خب وقتی رسیدم اونجا دیگه من با چه صحنه‌ای روبرو شدم، واقعا من دیدم دیگه غرق خون افتاده اونجا. من رسیدم بالا سرش، دیگه رفتم پیشش، رفتم صداش کردم، ای زانیار بلند شو بابا، چی شده؟ من که بهت گفتم زیاد نرو جلو، از این حرفا دیگه. من دیدم نه هیچ، نه تکون میخوره، نه دستش، نه پاش. گفتم دیگه تموم شده. هر چقدر من بیام این ور پرستار اینو صدا بزن اونو صدا بزن، میگفتم چاره چیه؟ خب چرا وایستادین؟ چرا یه کاری نمیکنیم براش؟ اگه زنده است خب برین کاری بکنیم براش. بچه ها اومدن گفتن اینا نگاه کن اینجا پر اطلاعات. مردم نمیتونستن بیمارستان مراجعه بکنن. وارد بیمارستان میشدی انگار وارد پادگان میشی. از دم در بیمارستان لباس شخصی و حتی لباس نظامی ریخته بود. هر جا میرفتی دم در آی سی یو همش لباس شخصی میومدن میرفتن، اسم یاد داشت میکردن، کسی زخمی بشه از زیر دستشون در نره، کد ملیش، اسم و فامیل، کجا زخمی شده. من محسن سهرابی هستم، توی سنندج پزشک بودم توی اورژانس. سلام. سلام. چونی کاکا زنیار باشی؟ سلامتی؟ پیم خوش آب زنم که پشیمان نیت؟ نه پشیمان نیست ما، چون جوانی که 16 ساله مثلا رفیقی که سمیمی میشه شاید نبه لكن من شهيد چون لو اخترا شكل دناخي من دا بوجود هات كاد امن هموشاوك تشوم هات هاي لا يا لا يا رولا لا يا لا يا دا بيان بلي بواتي سواك كرنايا ما زنگ زدیم، بالاخره تونستیم از تبریز ما آمبولانس تهیه کنیم، ما خودمون شخصی. بعد دکترها داشتن تصمیم میگرفتن خب باید دکتر هم مغز و اعصاب هم چشم پزشک باید کدوم عملو باید اول شروع کنن، باید سرشو یا چشمشو. بعد بالاخره تصمیم گرفتن به خاطر اینکه یه بینایی داشته باشه، یه چشمشو حداقل یه چشمشو بدونن نجات بدن، گفتن آره ما چشمشو عمل کنیم بهتره. دکترها خیلی ناامید بودن واقعا از اینکه اون ساچمه هایی که جمجمه شو رد کرده بود، مثلا جای خطری بود، همیشه میگفتن خب نمیتونست مثلا جم بخوره چشاش، نه اینکه چشاش، حتی خود بدنش، ما میگفتیم دیگه یا فلج میشه یا اینکه امروز فرداست دیگه جونشو از دست بده. من شنیدم که آرزو داشت خلبان بشه، متاسفانه این آرزو اتفاق نخواهد افتاد. من امیر مبارز پرستا هستم و پزشک متخصص چشم، فوق تخصص جراحی دارم. ما احساس میکنیم حتی کسانی که مثلا گلوله ساچمه‌ای بهشون خورده، به پاشون خورده، به بدنشون خورده، بازم هدف اصلی سر و چشم بوده که خطا رفته، به جای دیگه رفته. پدیده که دیده میشه اینه که حتی در فاصله های دور یا نزدیک، یعنی مسئله پینت بال یا شاتگان یا هر اسلحه های دیگه که استفاده شده، در فاصله بین حدود
یک متر تا پنج متر اینجا یا ده متر فوق فوقش اتفاق افتاده و به این خاطر که فاصله بسیار نزدیک بوده، هدفگیری روی صورت و چشم خیلی فعال بوده و خیلی هم اثر داده و با این فاصله کم چه شما با پینت بال که تقریبا جنسش حالت پلاستیکیه یا اینکه با ساچمه که جنسش فلزیه شما شلیک بکنید، اثرش اثر بسیار نابود کننده یه مخصوصا روی گوی چشم و بخش استخوانی صورت. بیا بیا بفده بیا توان بود چرا زدیم؟ خدای جرک بگیده پس هم 24 آبان بود که این حادثه برای من پیش اومد. خدمت رو از کنم که اومدن خود توفنگ ساچمه این ما رو هدف قرار دادن و من بعد از که اصابتی از من از هاپوش رفتم. خب از فاصله خیلی نزدیکم، فقط من رو میدیدن که از سرکله ها همه داره خون من به من برگشتم، علی رو دیدن که گردنش افتاده، یعنی فکر اصلا فکر نمیکردم که علی زنده باشه. علی که من فکر میکنم 100 ساچمه تو سر و گردن و چشم و صورتش داره، مال منم فکر میکنم هرهاش 15 تا باشه چون ضربه از سمت علی بود، اول به علی اصابت کرد و اون چند تایی که باقی موند خورد به من. البته نگفته نم اینا دو تا هم خورده بالای ابروش، اگه یک سال یه دونه زیر چشمه دو تا هم تو ابروه. آیده پسند همین الان هم ساچمه هست توی سرتون توی بدن؟ الان هم هست، از گردن قسمت پشت سر یه طرف صورت هم زیر دقیقا زیر پتکان دو تا داخل چشم هست که همونو رو هنوز یادگاری دار. علی آقا گفتین که دخترت هم باهات بوده، منم چون دوتا بچه هم خیلی اذیت شدن توی قضیه که چشم من با بانداج میدیدن و عمل و اینا، خواستم میرم روحیه دختر چجوری بود، چه حسی داشت؟ اون لحظه هر کی بود وحشت زده بود. دخترتون هم اونجا ساچمه بهشون خورد یعنی، یا فقط خودتون و خانومتون؟ دقیقا هم حادثی که برای کیان پیشبلد میشون من فقط شانس که آوردم شیشان بالا بود توفنگ که یادش شدید شد بچه من حادثه ما قابل نیاز و کیان نیست. من درسته ما ساشی میخوردیم ولی بچه هم هنوز زنده است خدا رو شکر و پیرسپین رو هم دارم. بابا هم صورتش پشت فرم خونی افتاده بود، بعدش مامانم هم ساچمه خورده بود، بعد مردم ما بردن بیمارستان. بیمارستان خدای من این جمال این نوعی قایی خون من درست کردم برای ماشین رو به رگبار بستن، کچکم دیر داشبار دود نمیدونم چطوری نرم کمبال بود این بندری نرم. یه پوکر رو اگه در نظر بگیریم بگیم 200 تا ساچمه سربی توش باشه، هر چقدر فاصله نزدیکتره اون تجمع و تراکم ساچمه ها بیشتره و هر چقدر دورتر میشه این که شلیک میشه پخش میشه این ساچمه های سربی و حتی موقعی که از فاصله نزدیک به فرد شلیک میشه مخصوصا برای اندام ها از گلوله جنگی هم بدتره، از گلوله جنگی بیشتر تخریب میکنه و بیشتر به بافت آسیب میزنه. به عنوان نمونه، به عنوان مثال همین مورد سیما مراد بیگی که از نزدیک به شلیک شده، حتی اون پوکه به گفته خودش حتی اون پوکه‌ای که اون سربهای ریز ریز داخلشه رفته توی بدنش، رفته توی آرنجش و 300 تا ساچمه توی دستشه که خب 300 تا ساچمه رو چجوری شما اصلا در نمیاد و باعث شد کاملا آرنج رو تخریب کرده و باعث شده پزشک مجبور شده که این مفصل آرنج رو در بیارن. اصلا یکی مهمان بگارم حالی نه بگارم حالی نه داره تقریبا دو ایده دو تا که خلق تو بونه و
خاکم برای گوار باست به ساز خیابان کنوه به موتور به خاک کنده ده. من مقابل در بیمارستان بودم که در به صورت میله‌ای بود. 3 الی 4 ثانیه من وایسادم که همسرم رو صدا بزنم. همین که همسرم رو صدا زدم اسلحه‌اش رو از میله ها آورد بیرون و روی دست من گذاشت. من اون لحظه فکر کردم که داری منو میترسونه نمیزنه. اما خب بدون هیچ فاصله ای به دست من تیراندازی کرد. مأمور پشت در بیمارستان میله‌ای بود. من در همون حین افتادم روی زمین. سرمو که بالا کردم دیدم داره کلیداشو از تو جیبش در میاره. همون موقع بود که من دستمو بغل کردم و فرار کرد. یعنی مأمور داخل بیمارستان بوده، داخل حیات بیمارستان. بله. تنها خودش بود یا زیاد بودن؟ نه، مأمورای دیگه هم بودن. میخوام یه بار دیگه اینو بپرسم ببینم من اشتباه متوجه شدم یا، یعنی در بیمارستان رو بستن، خودشون داخل حیات بیمارستان بودن نذاشتن مردم، یعنی مثلا بیمارستان رو چجوری در بیمارستان رو بستن و از داخل بیمارستان به سمت مردم شلیک کردن؟ بله. بنده پیام اخوان هستم، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه تورنتو و دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه. شلیک هدفمند بر ضد مردمی که به طور مسالمت آمیز در خیابان تظاهرات دارن میکنن یک نقض حقوق بشر فاشی هستش. ولی وقتی که این اعمال غیر انسانی جزو سیاست دولت باشه، وقتی که شامل یک حمله گسترده و سیستماتیک بر ضد یک جمعیت غیر نظامی باشه، بر اساس قوانین بین الملل این یک جنایت علی بشریتی است و مرتکبین این جنایات چه اشخاصی که مسئول شلیک بر ضد مردم در کف خیابان هستند، آنها همه مرتکبین جنایت علی بشریت هستند و بر اساس قوانین بین الملل باید مجازات شوند. یا خدا یا خدا. بعد اینکه به هوش اومدم هر شب نمیدونم کابوس بود چی بود، تمام اینجا هم تبخال شده بود، اینقدر توی خواب ترسیده بود. مثلا یه فرد مثلا می اومد به چشمای من شلیک میکرد، اصلا صورتش معلوم نبود، بعد میرفت همین. در بیمارستان تبریز من چشمام که هیچی نمیدید، فقط از روی صدا مثلا پدرم تشخیص میدن که پدرمه. بعد از 17 روز که من اونجا بودم واقعا من نمیدونستم اینا مأمورن تو سالن دارن میان میرن. و من اینجا نشسته بودم، همینجوری نشسته بودم که دو نفرشون اومدن گفتن تو بودی اینجا سر و صدا رو انداختی؟ گفتم نه. یه صدای مثلا میجوره مثلا جروبت شنیدم، صدای پدرم بود، صدای چند نفر دیگه هم بود. بعد فهمیدم که صدا کم کم تندتر میشه و به داد و نمیدونم این چیزا رسید. شروع کردن زدن، شروع کرد به زدن، هر فوش و هر ناسازایی که از ذهنشون در می اومد می گفتن. من هرچند که می خواستم از جام مثلا خود بلند بشم پاشم اصلا یک کاری کنم، ولی هیچی، هرچند که با تمام زورم می خواستم از جام بلند بشم هیچی. فقط اون لحظه خیلی خیلی من تقریبا میشه گفت غمگین
ناراحت کننده ترین چیزی بود که من یادم میاد از تموم اون چیزایی که حتی توی از شبی که به هم شلیک شدم حتی بدتره. تا اینکه منو از طبقه سوم چهارم بود نمیدونم ما دقیقا، از اونجا بالاقد و با مشت از رو پله ها منو آوردم تا زیر زمین. تو پله ها که می رفتیم پایین من خوب جون نداشتم، همینجوری که نشسته بودم خب من که پسرم اینجوریه معلوم نیست زنده است زنده میمونه یا میمیره. یه سیری زد عینکم پر شد. اون بعد تو سن پسر خودم هم یک کمی الان شاید 18 سال من 20 سال 22 سالش بود، گفتم تویی که منو میزنی اصلا منو معلومه تو برای چی میزنی؟ تویی که تو سن پسر خودمی برای چی منو میزنی؟ خب یه دلیلی یا چیزی یا به من باید بگی که منو میزنی. فقط به من میگفت ساکت، فقط میگفت ساکت باش. دیگه یه کاغذ سفیدی آوردن گفتن اینو امضا کن. چشماش همه عشق بود. تا رفتم بالا دیگه یکی از دکترا دستش درد نکنه اومد گفتش هر چیز زودتر خودت و پسرت از اینجا برداره ببرش. گفتم یعنی چی؟ من یه مرده را اینجوری چطوری ببرم برای چی؟ گفت همین که تو خونتون بمیره بهتره از این که اینجا ببرنش همینجوری ببرنش. حالا تهدید میکردن دیگه، ما تو بیمارستان بعد از عمل اول یا دوم یادم نمیاد، ولی آمدن رو سرم گفتن فقط منتظریم که کار درمان تمام شه، مرخصی کار باهات داریم. من کارت ملی منم همون شب که زخمی شدم توی ماشین مامورکه بودم، کارت ملی منو برداشته بودن. بعد شیراز بودم که ازاریه و اینه برم اومد. بعد آقای درفشان شما وکیل پوری علیپور هم هستید و ما اون تصاویر وحشتناکی رو دیدیم که مامورا با مشت و لگد و باتون و بعد با موتور از روش رد شدن و در آخر با اسلحه شاتگان توی صورتش، یعنی تیر خلاص رو میخواستن بهش بزن. خب مهمترین نکته اینه که اگر یک هموطنی این ویدیو رو نگرفته بود و از بالا و پخش نکرده بود، الان پوری علیپور هم به سرنوشت خیلی از بچه ها مثل میکا و مثل بچه هایی که ما اصلا جزئیاتی که چه بلای سرشون اومده نداریم، ناشناس هستن، ناشناخته هستن. پوری ها خیلی اذیت شد از اون بعد از اون سن تا صبحش بیمارستان به بیمارستان جابجا میشد که تون آشوب هر گروهی خودسری نیاد برای خودش برش داره ببرد باشه. لعنت بهشون، لعنت بهتون. یارو مور این مور ای یارو دارم دیدی؟ خب وقتی که من توی بیمارستان رفتم یکی از سنگین ترین صحنه‌هایی که دیدم ورودم به بخش بستری بود که دیدم 40 تا تخته و همه بچه‌ها به یا یک چش یا دو چشمشون یا حتی تو بدنشون تیر خورده، از دختر پسر 16 ساله تا سن بالا. و این صحنه رو دیدم گفتم به خودم، یعنی گفتم که عمق فاجعه خیلی بیشتر از اینه که وقتی 40 نفر توی یه شهر من فقط به چشم دیدم و واقعا صحنه خیلی سنگینی بود. رسیدیم و رفتیم تو بخش پذیرش و اینا، دیدم انقدر جمعیت زیاد و همه چشمات ساچمه خورده که اصلا خودم شوک شده بودم که مگه میشه همچی جمعیتی توی یه شب تیر بخوره. که از پرستار پرسیدم گفت ما امشب 130 نفر پذیرش کردیم که همین امشب تیر خوردن، که کوچکترین عضو من هم یه دختر 13 ماهه بود. اونجا فهمیدم که من تنها نیستم که چشمام آسیب دیده، تنها نیستم که اون اینجوری شدم. رفتیم به دکتر مغز و اعصاب هم توی شیراز، گفت که این ساچمه ای که نزدیک به مغزت حتی اگه یک ذره تکون بخوره احتمال کامل سمت چپ بدنت فلج بشه هست. مشکل زانیار فقط نابینایی در یک چشم نبود،
مشکل دیگر زانیار این بود که چون یکی از ساچمه ها از به مغز زانیار رفته بود و در قسمت راست مغز میانی زانیار گیر کرده بود، اونجا در عکسایی که ما دیدیم به صورت موضعی ایجاد تورم مغزی کرده بود و این برای زانیار در روزهای اول مشکلات حرکتی و مشکلات گفتاری ایجاد کرده بود. اسم من صمد ابری هست. من متخصص چشم هستم، در اتریش کار میکنم و اخیراً هم این امکان رو داشتم که ده ها کیس صدمه چشمی رو از دوستان و بچه های ایرانی ببینم و پروندهشون رو بررسی کنم. اجازه هست باش Albert, kann ich dich in einer halben Stunde anrufen? Danke. Tschüss, Baba. بستگی به این که این شلیک ها از چه فاصله ای بوده، بعد این پینتبال یا ساچمه ها چگونه وارد چشم شدن، نوع جراحت ها فرق میکنه. از جراحت های ساده ملتهمه گرفته تا سوراخ شدن قرنیه، شبکیه، پارگی عنبیه تا نیاز به تخلیه چشم دیده شده. اون کسایی که من بیشتر باهاشون کار میکردم 90% به نابینایی منجر شده است. چندین مورد من دیدم داشتم که دو چشم نابینا بودن ولی بقیه یک چشم نابینا شده بود. در مورد هدفمند بودن شلیک ها یه موردی آوردم بیمارستان. طبق گفته پدرش کارگر بوده، جوان 22 ساله که از سر کار برمیگشته، این رو گرفتن به عنوان کسی که اومده توی خیابون معترض بوده که پدرش میگفت نبوده، کتکش زدن، خوابوندن روی زمین و مستقیم به آلت تناسلی، به بیزه ها شلیک کردن. مورد داشتم که داخل ماشین بوده، فرد از فاصله نزدیک به سر شلیک کردن. اول فصل تیر مستقیمه. مستقیمه. خیلی نزنه ماشین. آقا اول فرد. دو خوره گوشت. نازی فیلم میگه. آقای درخشانی، به نظر شما این تیراندازی هایی که به چشم بچه هایی مثل پوریا و امثال ماهی که اینجا نشستیم و بچه های آسیب دیده چشمی که نابینا شدن، به نظر شما عمدی و هدفمند بوده یا؟ ما یه قضیه توی حقوق داریم، میگن اگر یک اقدام نوعاً کشنده باشه و نسبت به انسانی این رو انجام بدی و اون انسان بمیره، حتی تو هدف نداشتی که به سمت اون انسان تو گروه یه گروهی از آدم ها شلیک کنی یا بزنی، اون اقدام کشنده رو به کار ببری، ولی چون نوعاً کشنده است تو قتل عمد مرتکب شدی، چون میدونستی اقدام نوعاً کشنده است. حالا اینا به صورت سازمان یافته سلاح اینو به کار گرفتن که این سلاح بدیهی بوده که برخلاف قوانین به کارگیری سلاح ایران حتما اگر اینا ماشاچو فشار میدادن تعدادی ازش خارج میشده گلوله که هم به اشخاص سالس میخورده، هم به این که کجا هدف گیری کنی نخوره به چشم یا بخوره به چشم، اصلا چنین چیزی نبوده، یه چیزی بوده که دور آسیب میزده. پس وقتی این رو نوعا آسیب زنند دست به انسان و افراد سالس هم حتی آسیب میزنه، پس این قضیه از این بابت عمدیه. ما میگیم اگه اونجایی هم که ادعا میکنن که خبری از لیزر و نشونه گیری نیست و به سمت جمعیت زدن، این سلاح چون اگر بزنی قطعا نه تعدادش بالاست به چشم، یه تعدادی به سر صورتشون و من جمله چشمشون هم میخوره، این قرآن همین که بزنی این عمد محسوب میشه استفاده از یه سلاح نامناسب. اکثر کیسایی که من داشتم دیدم شلیک یا ضربه به چشم از فاصله بسیار نزدیک، از 1 متر تا 2 متر تا 3 متر بوده. این ساچمه ها فقط چشم ها و سر و گردن رو مجروح و زخمی نمی کنند. خیلی هستن، من ساچمه به صورت خیلی گسترده به ناحیه تناسلیشون خورده، به پاها و رانهاشون خورده.
خوبه. زنیا رو قایم میکردیم اون شهر، اون بیمارستان، اون شهر، اون یه جای دیگه تا اومد یه شبی باباش اومد گفت دیگه تصمیم گرفتیم دیگه ما میخواییم از اینجا بریم دیگه. همون دختر کوچکم کیف و همه وسایلش رو آماده کرده بود. گفتم ژینا اینا رو میخوایی ببری کجا؟ گفت اخ خانومم دست گذاشته واسه میخوام دستم و مشقمم بنویسم. گفتم باشه بذار بعدن که اومدیم مشقاتو بنویس. لخوشی ولگین بی مشمان امان 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 یه همجور بدون خداحافظی بدون اصلا خیلی سخت بود خیلی. بعد دیگه اومدیم بیرون از ایران دیگه از ترکیه هم سخت‌تر از ایران هستم. خیلی سخت بود دیگه. هر روز ما یه شهر 6 نفر هر روز میرفتیم از این شهر به اون شهر، اصلا اقامه نداشتیم. بچه هم مینشستن گریه میکرده میگفتن تو رو خدا بابا شما فقط دو زنیار برید ما برگردیم، ما میریم دوباره میریم همون شهر خودمون، راحت تر اونجا بمیریم خوب تره نه اینجا. ترکیه هم متاسفانه ما اونجا که رفتیم به هر دری زدیم که قاچاق، راه قاچاق رو انتخاب نکنیم. ما از مجبوری راه قاچاق رو انتخاب کردیم. گفتم دیگه یا مرگ یا این که دیگه رسیدم. همین تصمیم گرفتیم دیگه به قاچاقی. تصمیم که گرفتیم دیگه خیلی واقعا تو این 40 سال 40 خورده ای سال که من خودم این همه زحمتی که کشیده بودم اونجا، خونه، مغازه، زندگیم دیگه همه تو یک لحظه به باد رفت همش. تصمیم گرفتیم دیگه با کشتی بیاییم، چون ما هر وقت میخواستیم تصمیم بگیریم پیاده بیاییم، ما به خاطر آقا زانیار و به خاطر دخترم که هر ساله بود خیلی تصمیم سختی میشد و نمیتونستیم واقعا از راه پیاده روی ما بیاییم. 2 هفته یک هتلی کنار دریا گرفتن که ما رفتیم اونجا موندیم برای آخرین بار. یه جایی بودیم مثل هتل بود ولی برق و اینا نداشت، به خاطر اینکه گیر نرفته همه مثلا میخواستن قاچاقی از اونجا برن اونجا میموندن. مثلا چند تا خانواده ایرانی بودیم، افغانی بودیم، فلسطینی و سوری و اینا. هی میگفتن امروز دیگه هوا خوب نیست، فردا هوا خوب میشه، تا اینکه من به من گفته بودن کشتی 2 موتور هست و اینا، تا اینکه بالاخره روزی شب یک صبح ساعت تقریبا دوروبر ساعت 4:30 4:45 اینا بود دیگه کشتی اومد، یک قایقی اومد دیگه. ما دیگه گفتیم بس، واقعا خسته شده بودیم. اگر من دیدم دیگه گفتم این دیگه کجاش تو این دریا به مقصد میرسه، ولی گفتیم خدایا دیگه راه دیگه این نیست، واقعا راه مرگ رو ما انتخاب کردیم دیگه. ما هم باور کردیم، اصلا سوار نشده بودیم سوار کشتی دیگه. همون روز که سوار شدیم شب ساعت 4 صبح بچه کوچک و بچه مریض رو بردیم سوار کشتی کردیم. 4 روز 5 روز نه بچه ها نه پسر مریضم دیگه هیچی، همینجوری تو کشتی نشسته و فقط روزی یک کمی آب. همین دختر کوچکم فقط آب میگفتم. این دیگه اینم مریضیه، ولی این دختر کوچکم هم از دست رفت. بعضی وقتا دیگه از هوش میرفت، اینقدر بالا میآورد. زانیت هم دمه در درست کشیده بود، اینجا پر. دیگه بچه هم کنارش که یکی نیفته رو سرش.
دیگه منم پیش جوان و جینا تو هم اتاق خودمونو جا کردیم. دیگه تا صبح من اینجوری بچه تو بغلم بودن، هم جوان و هم جینا. دیگه زود زود هدوتاشون وسایل بوده بودیم، یکی دست کل پشتی واسه شون خوراکی و بیسکیت و اینا برده بودیم، ولی اصلا نمیتونستن دم به هیچی بزنن، بالا می آوردن. توی کشتی شب که می شد نمیتونستیم بخوابیم. من یه آهن بود، من سرمو می کردم به اون، سرم خون می اومد، ولی نمیتونستم سرمو همینجوری نگه دارم. یکم رفتیم، کشتیمو خراب شد، به یه جزیره هم نزدیک بودیم، دراشم واقعا وضعش خیلی بد بود، چشمش قرص نخورده بود. من همین آقا زانیار جلوی دست و پا من پور شدم، پاش که کمی خط بلندم هست، پاش بره زیر صندلی، سرشو اول بذارم روی رون خودم. و 59 نفر بودیم، اصلا جای نشستنم، حتی جای خواب که نه، جای نشستنم نداشتیم. واقعا مجبور شدیم اصلا نبگی که خودمون اصلا این راه رو انتخاب کردیم. بعد تو رو این چهار روز هم هی با چیز برقی این پمپاژ هست آب خالی میکردم تو کشتی، آب میومد از زیر تو کشتی، حتی من تو آب میخوابیدم دیگه، تو آب دراز کشیده بودم. اینجوری خودم رو سفر بچه هایی خودم کرده بودم که فقط من خودم خیس بشم، اونا دیگه آب نره به طرف اونا، من خودم کلن تو آب بودم. بعد دیگه شروع کردیم زنگ زدم، تو آبای یونان بود، چه بالای صد بار به پلیس یونان زنگ میزنیم، بیاید ما رو بگید اصلا دیپورت کنید. فقط می اومدن دورمون یه چرخی می زدن و می رفتن، اصلا هیچ اهمیتی نمی دادن. پلیس یونان اومد ما را اونجا نگه داشتن، با یک کشتی داشتن می کشیدن. خب داره آب میاد از زیر، از بالا هم دیگه این واقعا در غرق میشه. ما گفتیم اینا خدای اینا خودشو میخوان ما غرق بشیم، اصلا گفتن بیاین دیگه بخدشین. از رو کشتی که بخد شدن بچه ها، دیگه بچه ها را از اون بالا که پله هایی داشت، از اون بالا پرتشون میکردن توی یک قایق کوچیکی، اصلا نمیدونم یک متر بود یک متر و نیم بود، هر 10-15-20 نفر میانداختن توی یک کشتی. اصلا وحشت زده شدیم، این بچه های کوچک، مریض، اصلا زن، مرد، پرت کردن دیگه تو قایق و همین خودشون دیگه رفتن دیگه، ما را رها کردن توی آب. سه تا قایق برای 59 نفر، نمیدونستیم چیکار کنیم، فقط دریا ما بودیم و دریا میرفتیم. همینطور که داشتیم میرفتیم یه تقریبا یه نیم ساعتی گذشت که پلیس ترکیه اومدن ما رو نجات دادن. اونجا یه بازگاه همون شب، ولی همون شب که رسیدیم اونجا اونایی که مریض بودن اول از همه چیزانی ها رو بودن بیمارستان. چطوره؟ والا خوبم، میرم دکتر میام. نگفت اول کی داری؟ فشار چشت پایینه نه؟ آره خیلی بالا نمیاد. مال منم همین مشکل داره، همیشه فشار چشم میاد پایین. گفت یعنی هر کاری واسه چشت کردم سوخت شدش، ما مجبوریم دوباره این روغن رو تصفیه کنیم. دوباره؟ دوباره، یعنی حالا دوباره روغن تو چشم ریختش. او خانمه کیه؟ بای بای کنم باش. خانم آقای اون خانمه دوستمونه، همسایی ماست، دوستمون، دوستات فارسی هم بلدن رو یاد گرفتن فارسی. بابا میگفتی من یه دوتا آرایش یه روژی میزن نجران قشنگتر. خیلی هم بسیار غم انگیزه، همه جوانهای هستن بسیار سالم، بسیار شاداب، خندان و یک آینده و زندگی طولانی رو در پیش دارن و با توجه به اینکه این صدمه ها به هیچ وجه قابل جبران نیستن، در مجموع خیلی غم انگیزه که چقدر انرژی و باید تلف کرد تا عوارض بعدی این صدمه ها رو جبران کرد. Thank you.
از دست دادم چیزی رو، اما خیلی چیزا رو به دست آوردم. به امید اومدن روزای روشن. دکتر، شما یه عمری دارید بیماران چشم رو معاینه میکنید، صفر تا صدش هم دیدید، آدم های آسیب دیدن هم از نزدیک مدت هاست دارید میبینید، علاوه بر پرونده ها، و میدونید که وقتی چشم از بین بره و اون هم به این طریق، زندگی آدم ها رو دگرگون میکنه. شما وقتی با این پرونده ها و با این کیس ها روبرو میشید چه احساسی دارید؟ ما الان با افرادی در برخورد میکنیم که افراد 80 ساله نیستن، که بیماری دارن، چشمشون از دست دادن، ممکنه در 10 سال آینده مشکل داشته باشن با دیدشون. همه جوانانی هستن که آینده کاری، شغلی، امید زندگیشون با این اتفاق دگرگون شد و ممکنه ما تا حدی نمای چشم رو برگردونیم، ممکنه حتی در بعضی از موارد مقداری از دید رو برگردونیم، اما زخم روحی قابل ترمیم نیست. و چیزی که واقعا برای من جالبه اینه که و واقعا برای من درسه اینه که با مریضایی صحبت میکنم که بین 20 تا 30 سال از من جوانترن، ولی وقتی که صحبت میکنیم باهاش که آیا فردا این اتفاق دوباره بیفته بازم میری تو خیابون، میگن بله، شکی ندارم، برای اینکه میگن مسئله آینده است. آینده فقط من نیست، آینده یک نسله. و این برای من یه درس اخلاق جرأته، به خاطر اینکه وقتی که شما تقریبا میشه گفت عزیزترین عضوتون رو از دست میدید، اون دید یعنی ارتباط شما با دنیای بیرون، حالا بعضی آفات هستش که بعضی ها حتی هر دوتا چشمشون رو از دست دادن و دید ندارن، ولی اصلا شکی ندارن که راه گرفتن درست بوده. به این افتخار میکنیم که داداشم چشمش رو در راه آزادی گرفتم. من هر کی میگه داداش زانیاری افتخار میکنم که داداشم چشمش رو داده برای آزادی. من همیشه افتخار میکنم که زانیار برای خاک و وطنش چشمش رو دست داده. بعد برای انتقامم یه چیزی من میخوام بهتون بگم، ما دنبال انتقام نیستیم، دنبال خون و خون ریزی نیستیم. حتی این بچه کوچیکایی که مثلا من حتی به دختر 8 سالم، دختر 13 سالم، پسر 13 سالم، من این سوال از من کردم بابا اگه یک روزی اونی که به چشم آقا زانیار شلیک کرده، اگه ببینی باش رو به رو بشی بدونی این که بهش شلیک کرده، چی بهش میگی؟ باش چی کار میکنی؟ من میگم بابا دیگه من دنبال انتقام نیستم، من میخوام به این خون خون ریزی من ادامه ندم، خواهم پایان بدم. من اگه قرار باشه من دیگه این کینه را داده، من میخوام از اینجا بهش بگم، به همونی که به پسر من شلیک کرده، اگه یک روزی شنید این حرف من، من میگم برگرد به طرف مردم، به طرف انسانیت برگرد.
بس دیگه. خب تو چشم پسرمون رو کور کردی، چشم ده تای دیگه هم کور کردی، مثلا تو چطوری زندگی میکنی؟ منم بیای بیام کور کنم، تو بیای کور کنی، دیگه این نشد زندگی، نشد انسانیت. من به بچه خودم گفتم اگه این بیاد فردا به من زنگ بزنه، قبل از این که به جایی برسه که دیگه این دولت نباشه، به من زنگ بزنه بگه من بودم، من اشتباه کردم، من واقعا اشتباهم این بود که به این سیاسی ها من گوش کردم. من گفتم با آغوش گرم من اینو میبخشمش، واقعا میبخشمش. Thank you.